تو جشنواره سال قبل بود خیلی حاشیه ساز شدی نه؟ کلن حاشیه ساز بودم بودی چرا؟ نوع پوشش به این دلیل میگم که خیلی طراحی عجیبی برام نوشتن که مانتوشون داشته. چی بود ماجرا؟ من خیلی درگیر اینجور حاشیه ها خودم رو نمی کنم. مانتو نبود، یه پارچه پالتویی بود که به جای اینکه بدوزیمش ترجیح دادیم که اون پول دوخت و طراحی و اینا رو همه رو بخواد، اینکه پارسال جریان زلزله کرمانشاه بود و اوج این بود که به مردم زلزله زده سعی میکردیم که وظیفه‌مون رو انجام بدیم و کمک کنیم و خیلی برام بیهوده بود که تو اون شرایطی که واقعا ما از هر پولی سعی میکردیم که پول این هزینه های اضافی رو بزنیم و یه پولی جمع کنیم. این عکس هست دیگه همین ها؟ آره تو این عکسه که خیلی هم مشخص نیست، ولی پول طراحی و دوخت رو دادیم برای زلزله و یه پارچه ای فقط انداختم روی دوشم. آها، به قول یکی از رفقا اجازه دارم که قبول نکنم ها؟ چی رو؟ آخه یه ذره چیزه که مثلا پول دوخت مانتو رو بدم بزن. خیلی نمادینه آقای رشیدپور، خیلی چیزا نمادینه. شاید مثلا یه تومن پول طراحی و دوخت خیلی چیز خاصی نباشه تو زندگی ما و حتی اونور. یه بار دیگه فهم، 1,000,000 تومان پول دوخت چیز خاصی نیست؟ آه گفتم میندازی منو تو شاره. نه آقای یه چیز 1,000,000 تومان شما انگار نیست. نه به هر حال پول دوخت نیست، پول طراحی هست. طراح لباس به هر حال یه آدم هنرمند داره طراحی میکنه، نمیتونیم بگیم که رقم بالا یا پایینیه. ولی بالاخره شما هم الان بیام تو لباس، شما هم نمیتونیم بگیم که خیلی هم ارزون لباس الان مخصوصا با این نه. من لباس خیلی دوست دارم، خیلی هم میخوام، همه میدونن خیلی. خب به همین دلیل این یه حرکت نمادین بود که بگیم که با اینکه خب خیلی سر و صدا کرد، شاید از روی لباس کسی متوجه نمیشد هدف چیه. ولی وقتی اصلا نمیخوام توی حاشیه بمونم، ولش کن. نوشتم پرسیدم میتونم یه ذره بحث کنم یا نکنم؟ اصلا سر لباس من؟ سر نه، سر ماجرایی که گفتی، نه سر اون لباسه. خواهش میکنم، من میگم مثلا من آره منم لباس خیلی دوست دارم، خیلی هم میخرم، ولی مثلا نمیگم یهو که اون کاپشنه رو نخریدم، پولش رو دادم به زلزله زدهای کرمانشاه. اینش حرکت نمادین بود. نمادین یه موقعی شما مجبوری حرکت نمادین بکنی و خب حتی انتقادات زیادی رو تحمل کنی که یاداوری کنیم که حالا شاید اون لباسه چیز نبود ولی خیلی خرج‌های آنچنانی بود. بله اصلا خیلی جاها خرجایی میشه که ببین طراحی لباس حق شماست، هر جوری که لباس دوست دارین بخرین حق شماست. نه فقط خرج‌های من، داشتم میگفتم که اگر که ما بخوایم یه نگاهی به اطراف زندگیمون بندازیم، از همین چیزای کوچیک خیلی از خرج‌ها هست که شاید منظورت این بوده که از این خرج ریز میتونیم بزنیم و تو این شرایط ببین شما اگه زلزله برای ما پیش می اومد، برای برادرتون خواهرتون بدون خونه و جا و مکان می شدن، شما حتی از غذای روزت هم شاید می زدی، یه پس اندازی می کردی و تو شرایط سخت که بهشون کمک بله. کنی بله. من داشتم می گفتم حالا نه از غذای روز یا مایحتاج روزانه، ولی از یه سری چیزها خرج اضافیمون بزنیم. بله من مثلا سه بار توی جشنواره ظاهر شدم، خب سه بار سه لباس خودش رقم می شد. متوجه این ترجیح دادم با اون یه لباس باشم و با همون یه لباس باشم همه جا و این یه جور شعارگونه بود بیشتر. و این اشاره خوبیه. الان قبول کردی؟ گفتید میتونم قبول نکنم، خواهم توجیه شد. قبول کردی؟ حتما وکیلم بله رو بگم.